سلام بچه‌ها، قبل از اینکه بخواید این ویدیو رو ببینین حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنین، کلی دوستتون دارم. سلام بچه‌ها، چطورین؟ من اومدم واسه تون یه ویدیو بگیرم و اینکه میخوام هم آرایش کردنی که مثلا معمولا انجام میدم و اینکه مدل مویی که شما خیلی دوست دارین اونم اینه که دوتا اینجوری میذاریم بالا، بقیه موها پایینه ولی دوتا این مدلی میذاریم بالا. این دوتا رو میخوام بهتون یاد بدم و اینکه دیگه بریم که داشته باشیم دیگه. من چون باتیکت که من واسه اون بیارم، علیرضا خودت کاتش کن یا اینکه قطع میکنم دوباره میگیرم. تلفن خاموش میکنی. اول با چی شروع میکنیم؟ با پرایمر شروع میکنیم که من خیلی اعتقاد خاصی به پرایمر ندارم و میدونم دارم اشتباه میکنم ولی اصلا اعتقاد خاصی بهش ندارم و اکثرا نمیزنم پرایمر رو، ولی شما بزنین چون شنیدم خیلی خوبه پرایمر. میدونین که من میکاپ آرتیست و این داستانا نیستم، سررشته‌ای هم ندارم، فقط جوری که خودم همیشه آرایش میکنم میخوام بهتون بگم، به خاطر اینکه همیشه ازم میپرسیدین من گفتم که بهتون یاد بدم. چیز خاصی هم نداره ولی خب بهتون یاد میدم. الان میرم تیک تیک وسایلمو میارم، یعنی هر مرحله یه چیزیشو میارم. من اول با کرم پود شروع میکنم. خب من با کرم پود شروع میکنم که کرم پودم فلور ماره. آها اینا هاشش، این کرم پودر منه فلور مار که با از این پدای تخم مرغ میذارمش، ناخونم نیاز به ترمیم داره. خب من همیشه یکمشو میزنم اینجا، بعد شروع میکنم. این چقدر بده تو دوربین، اصلا آدم نمیتونه آرایش کنه. میدونم که زیر چشم بعضی ها میگن اصلا نباید کرم پود بزنین و فلان و اینا، ولی من اعتقاد دارم باید زیر چشم کرم پود بزنین. خب من میرم اینو کامل میزنم کرم پود رو، بعد دوباره میام که ادامه، چون داخل آینه خیلی سخته واسم که بخوام چیز کنم. حداقل کرم پود رو اینا رو تو آینه دیگه میزنم، بعد میام اینجا دیگه. خب کرم پود رو زدیم، میریم مرحله بعدی که کانسیلره. کانسیلرم هم از فلور ماره، این معلومه دیگه. کانسیلرم هم از فلور ماره که من واقعا از محصولات فلور مار تا الان که واقعا راضی بودم، یعنی چیزی که باید میبود و بود. و اینکه چقدر کرم پود رو دارم میزنه یه جوری میشه وقتی بقیه آرایشو نداره، این مرده ها میگه. خب ببینیم، با از این پده تخم مرغی از این اسفنجا استفاده میکنیم و من اینو همیشه این مدلی میزنم، اینجوری. الان من میرم اینم میزنم، دوباره میام واسه ادامش اینطوری. گفتم ادامش هم بهتون بگم. این پدو اینجوری تب تبی میزنم، اگه میخوای سایه اینا هم بزنین یک مقدار اینجوری پشت چشمتون هم بزنین که رنگ پوستتون بهترش واسه سایه و اینا. و بعد پنکیک فیکس بازم فلورمار که هم واسه کل صورت میتونین استفاده کنین که مثلا فیکس کنه کرم پودرتون و کانسیلرتون رو، یا فقط زیر چشم که من فقط زیر چشم استفاده میکنم واسه اینکه فیکس شه. مرحله بعدی تا اینجا بهتون میگم، من بعضی اوقات کلا مثلا کرم پودر و کانسیلر رو که زدم دیگه فقط میام یه روژ میزنم با مثلا یه ریمل که حوصله ندارم زیاد کار کنم این کارو میکنم. الان اول روژم میزنم، بعد میریم سراغ کانتور کردن صورت که من زیاد تبعر خاصی توش ندارم، فقط در حدی که یه حرکتای بزنم صورتم. خط لب فلورمار بازم و روژ لب فلورمار، ببینم شماره روژ لبش 202، خط لبش هم 229. این دوتا خیلی ست خوبیه و اگه دقت کنین من 99% مواقع روژ صورتی نود رو لبمه، چون واقعا این رنگو دوست دارم و واقعا حال میکنم باشت. بذار اینو بزنم و بیام تو حلقتون بچه ها.
اینا هاش خط لبتونو هر جایی که اینجا لب منه یه کوچولو بیارین پایین تر واسه اینکه لبتون قشنگ کردی بشه. اینجا خیلی نریم پایین ها بشه دورگیری نقاشی بالا. اینجوری خیلی سخته تو دوربین چیز کردن آرایش کردن واقعا. منم چون میکاپ آرتیست اینا نیستم آینه آخرش رو ندارم. لبه بالا رو میبینی اینجا میبینی برجسته است باید اینجا باشه. یعنی کرم پودر من اومده روی اینجای لبم ولی باید از اینجا شما بکشین اینطوری. بچه اسم کنم خیلی بد کشتم بزنی از من تو آینه میگیم واسه یه روژ روژ مورد علاقم. اینم از مرحله خط لب و روژ. میریم مرحله بعدی که گفتم بهتون کانتوره. من همیشه کانتورم دو مرحله داره. از این براش واسه زدن روی دماغم استفاده میکنم، از این براش هم واسه پخش کردنش. ببینید سرشونو، این واسه زدنشه کو اینجوریه، بعد این واسه پخش کردن همون سرش گرده کمی، بعد اینجوریه. من با این راحتم. حالا شاید واسه چیزای دیگه باشن، من واقعا نمیدونم. میگم که من میکاپ آرتیست نیستم واسه بار هزارم، واسه اینکه کسی نیاد بگه آره تو بلد نیستی و فلان. در حدی که خودم آرایش میکنم بودم به شما هم نشون بدم که چجوری خودم آرایش میکنم. و واسه مثلا زاویه فکتون یا مثلا روی گونتون و اینا، من از خود سر این استفاده میکنم واسه زدن. آها کانترول هم چیز میبلینه، اینه استفاده میکنم. و بعد با پد تخم مرغی که اینجوریه واسه از اینجاش واسه اینجاها استفاده میکنم و بیشتر از اینجاش استفاده میکنم. اینجوری پخشش میکنم، بلندش میکنم. خب الان میریم واسه یه دماغ اول. بعد میام اینجا اینجا دماغم اینجا میکشم. تا حالا تو این زاویه من دیده بودین؟ آی چه شکل و قیافه شما از کجا اومدین؟ اینجا بعد من مثلا دماغم اینجاش یه مقداری قوز داره، از اینجا به اینجا هم کمی قوز داره، واسه همین میام چیکار میکنم؟ از اینجایی که قوزش تموم میشه میشه اینجا، اینجا یه مقداری که داره رو میارم اینجا، یه خط میندازم اینطوری، بعد اینجاشو گرد میکنم اینجوری. اینجا هم نقاشی میگذم، اینجا هم خط میگیره میدازم اینور هم یه خط اینجوری میدازم، اینجوری ترش میکنم که طبیعی تر دیدم. اصلا نمیدونم دارم تو دوربین چی کار میکنم، به خدا خیلی کار سختی. نه خوبه، بعدم ندادم اصلا اینو ببندم. خب میام اینجا، بعد شروع میکنم ابروها رو اینجا رو به داخل، اول اینجوری اینجوری روش میزنم تن بخشه، بعد به داخل یکم میام، بعد به بیرون یکم میام اینطوری به سمت پایینی. اینجا رو با دست میکنم، نمیخوام خیلی آخه پخش.
الان انگار سر دماغم بالاتره. چقدر امروز حس میکنم امروز بهتر از همیشه زدم این کانتور رو. اصلا تا حالا دماغم این شکلی خودم ندیدم. حرام به خدا امروز خیلی خوب زدم کانتور دماغمو. اصلا خودتون تا حالا من این شکلی دیده بودین دماغم؟ اصلا میگم خیلی خوب شده. خب مرحله بعدی بعد از دماغ میرسیم به گونه ها، یعنی زیر گونه ها که این خط اینجا رو نشون بدیم و اینجا و دیدم مثلا من اینجا ببین اینجا قدیما یکم تو رفتگیش بیشتر برای خیلی کمه. حالا من بهتون میگم یه دونه از اینجا میزنیم. حالا میریم واسه بلند کردن. من گفتم با اینجا راحت تر میگم. حالا این وری اینجوری هم بکنین الکی لابتون رو الکی چون تاثیر ندارم. کانتور مرحله بعدی میرسیم به سایه. خب از بس گرمم شده بود این پنجره رو باز کردمش و دیگه کمی نور از بیرون بده، ولی اگه میخوایم بیرون رو ببینین واسه اینجوری کنم، اینجوری فکر کنم خودم تصویرم تاریک میشه، مثلا اینجوری میکنم که تصویر من روشن بشه. خب سایه که من 99% مواقع استفاده میکنم سایه نود هدا بیوتیه که خودم از اینجا خریدمش. آره تصدیق چیزایی که الان استفاده کردم خودم اینجا خریدم، یعنی گیفتی نبود که مثلا کسی واسم بفرسته. گیفتایی که واسم همیشه فرستاده بودن از ایران 99%شو من هدیه میدم، یعنی همیشه گفتم بهتون 99% گیفته که از ایران واسه هم میاد و من هدیه میدم، 1%شو خودم نگم. خب این رنگاشو خیلی دوست دارم چون امروز واسم بنفشه، خیلی نورم یه جوریه ببندم، یعنی میپزم آخه نمیرش کنم. من از این بنفشه و این بنفشه کنارش واسه شاینش استفاده کردم، این شاین بنفشه و بنفشه ماتش این دوتا که اینطوری میزنم همیشه. آها براش هم براش سفوراست. نه میزنم اینطوری همیشه اینجا بسو بیام، همیشه اینجا رو نور از بیرون میاد داره روانی میکنه، اینجا رو اینطوری میام از اینجا شروع میکنم تپ 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 تپ. خب اینجا رو همشه یه خط اینجوری میندازم، اینجا رو اینطوری من خودم اصلا نمیبینم، آه این رو هوا دارم آرهش میکنم. بایستم این بر یه آینه دارم نصفشو میام این بر بخاطر آینه هست. بعد از این اینجا این رنگه اینو من معمولا وای چرا من یهو ظهور میکنم، از این من با دست میزنم این قسمتشو، میخوام اینجا رو بزنم با دست میزنم بخاطر اینکه براشی به نظر من این هرچی استفاده کردم براشی نبوده که مثلا قشنگ اینو پیگمنتشو بگیره بزنه رو چشم دارم، انگوش بهتر میشه. خب من برم اینو اینورم بزنم بیام. خب واسه این قسمت داخلی من اینور رو زدم کمی، از این با این براش کوچولو میگیریم و میزنیم اینجا
از اینجا میکشیم. این از این سایه. حالا میریم خط چشم میکشیم. این قسمت رو شما خیلی دیگه اینو دیگه خیلی ازم پرسید مکسان چجور خط چشم میکشی تو رو خدا به اون یاد بده خط چشم میکشی. بچه ها هر کسی خب یعنی نمیتونی بپرسی چی جوریه که خط چشم میکشه. هر کسی مثلا یه قلق خاص خودشو داره واسه مثلا خط چشم کشیدن. خط چشم هم باز فلورماره مات گرفتم. خط چشمم مات. من فقط با خط چشمای ماژیکی میتونم بکشم. به شما هم توصیه میکنم چون من ازم خط چشم ماژیکی خیلی بهتره راحت تر. البته این ماژیکی قلم طوره یه جورایی. قلم طور که نه قلمیه کلن. آره. ولی کلن اگه ماژیکی هم بود یعنی سرش مثل این باشه این مدلی باشه اینجوری. ولی مثلا ماژیکی باشه مثلا مسئله نیست. مهم اینه که سرش اینجوری باشه. خب ببینید من همیشه ظهور میکنم یه دستم دارم اینجا اینجوری میکشم الان واقعا دارم کور میشم. وای نمیبینم این چیه چجوری بهتون یاد بدم. مثلا رینگ لایت خاموش کنم. بچه تو این نور باید خط چشم ببینید چون وگرنه خودم نمیتونم ببینم دارم چی کار میکنم. اینو میذارم اینجا اینجوری. چه ترسناک. بذارید برم من. اینطوری میشه واسه اینو. خب کور شدم. اینجوری که دیدین من همیشه خط چشمم کشم. مثلا اگه دقت کرده باشین خیلی مثلا اگه آدم خودش قلقشو داره داره تازه الان زاویه هم خوب. وای من چرا انقدر زور میکنم. تازه من مثلا زاویه هم الان خیلی خوب نبود. اصلا نوره تو چشمم بود بعدم که خاموش کردم اصلا خوب نبود. من فقط تو آینه میتونم آرایش کنم توی دوربین یعنی اینجوری صفحه گوشی نمیتونم. بعد آره دیگه یکی مثلا خوب نبود. ولی با این حال مثلا ببین خیلی حالت انگار مثلا آدم قلقه یه چیزی رو داره دستش میره اینجوریه. من اینجوری میکشم یعنی مثلا چیز خاصی فرمول خاصی ندارم واسه کشیدن خط چشم. دیدی بعضیا میگن اینجا رو باید فیثاغورس بگیرم. نه من همینجوری دیمی واسه خودم مثلا فکر میکنم هر چی که خوبه یعنی میرم عادت کردم. شما باید خودتون عادت کنین یعنی فرمول خاصی واسه خط چشم کشیدن هیچ جای دنیا وجود نداره. شاید هم وجود داره من نمیدونم ولی اگرم بدونم چیزی نیستش که مثلا خیلی آدم حال کنه باهاش. چون آدم وقتی آرایش میکنه دوست داره که جورایی حال کنه با آرایش کردنش و واسه خط چشم کشیدن همینجوری باید حال کنه. داری چی میکشی اینجوری؟ آره دیگه. اما من اونورم بکشم الان میام. خب میرسیم به ریمل که من از ریمل محصولات اسمش چی بود؟ اورفلیم. از محصولات اورفلیم استفاده میکنم که اسم این محصولش هم هست دوان. این آره دوان تمام هم شده. خیلی خوبه. مثلا ریمل خیلی حجم نهنده و بلند کننده و اینجوری نیست. خب ریمل خیلی معمولیه. قیمتش هم خیلی معمولیه ولی خب چون خیلی سبکه من خیلی باش حال میکنم. ولی دیگه تمام شده. بعد یعنی آخر آخرشه باید برام بگیرم. حالا یا اینو بگیرم یا این دفعه چیز دیگه رو امتحان کنم. این زیرش هم اینجوری باید بزنیم. فقط یه لحظه هم برم اونور قشنگ بزنم و بیام. من از ریمل